عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق امروز ضمن اعلام استعفای خود به پارلمان از نمایندگان مجلس خواسته است به نفع مردم تصمیم بگیرند. در حالی است که تظاهرات اعتراضی در عراق کماکان ادامه دارد و در برخی شهرها وضعیت بسیار وخیم گزارش شده. برای بررسی بیشتر همکارم علی جوانمردی از اربیل عراق همراه ما هستش. علی، از وضعیت جاری در عراق بگو و اینکه با استعفای عادل عبدالمهدی باید انتظار چه تحولاتی را داشت؟ کمتر از ساعتی پس از استعفای عادل عبدالمهدی هزاران تن از شهروندان عراقی در میدان تحریر بغداد گرد هم آمدند، به رقص و پایکوبی و ابراز شادی پرداختند که البته تا این لحظه هم کماکان ادامه داره. ولی معترضان عراقی اعلام کردند که این پایان کار نیست، عادل عبدالمهدی هدف نبوده و باید کل سیستم حاکمیت تغییر پیدا بکنه، پارلمان استعفا بده، ریاست جمهوری و به طور کلی سیستم سیاسی عراق تغییر بکنه و به ویژه دخالت‌های جمهوری اسلامی هم به پایان برسه. پرچم‌های جمهوری اسلامی رو ساعتی قبل در میدان تحریر بار دیگه به آتش کشیدن مقابل دوربین‌ها. انتظار میره که پارلمان عراق فردا در یک جلسه اضطراری استعفای عادل عبدالمهدی رو بپذیره. به دنبال اون طبق قانون اساسی رئیس جمهور 15 روز فرصت داره که نامزدی رو برای نخست وزیری به پارلمان معرفی بکنه تا در اونجا به رأی گذاشته بشه. همزمان رسانه‌های عراقی از عقب نشینی نیروهای امنیتی و هشت شعبی از شهر ناصریه خبر دادند که در جریان درگیری شدید معترضان در دو روز گذشته در این شهر دست کم 60 نفر کشته شده. رئیس پلیس و فرمانده حکومت نظامی ناصریه هم دقایقی قبل اونها هم استعفا دادند. و تظاهرات اعتراضی نه تنها در ناصریه که در حال حاضر به گفته رسانه‌های عراقی به کنترل مردم در اومده، از کنترل دولت خارج شده، در بقیه شهرها، در بغداد، در نجف، در کربلا، در بصره، در اکثر شهرهای مرکز و جنوب عراق کماکان ادامه داره. معترضان عراقی میگن که علیه فساد گسترده هستند و دخالت‌های جمهوری اسلامی که در 16 سال گذشته بوده و مسئله فقط استعفای عادل عبدالمهدی نیست، گرچه همه هم ابراز خوشحالی دارن میکنن. عادل عبدالمهدی در یک سالگی نخست وزیریش، یعنی 12 ماه و چند روز هست، تحت فشار تظاهرات غیر قابل کنترل و ضد دولتی سرانجام ناچار به استعفا شد. ساعاتی قبل از این استعفا آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه به طور مستقیم از دولت خواسته بود که با هدف جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کنارگیری بکنند، عقب نشینی بکنند. روز گذشته هم مقتدا صدر روحانی شیعه از عادل عبدالمهدی خواسته بود که به گفته خودش برای جلوگیری از فروپاشی عراق عقب نشینی بکنه. در هر صورت با اینکه عادل عبدالمهدی کوتاه بکنم گفته که دخالتی نداشته در کشتار مردم، ولی خیلیا به دلیل اینکه فرمانده کل قوا هم هست به عنوان نخست وزیر، عادل عبدالمهدی رو در کشتار شرکت کنندگان در تظاهرات متهم کردند.